خب یه چیز مهم دیگه پایتون در واقع هر زبان برنامه‌نویسی، من همیشه میگم زبان برنامه‌نویسی رو در حد بیسیک 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 بخوایم ببینین، یه سری متغیر داره، چند تا فلو کنترل داره، کنترل جریان کجا بشه، ایف یه لوپ یه کاری رو چند بار بکنه، اگر یه چیزی شده کاری بکنه، ورودی خروجی متغیر، همینا رو داره. بذارین یه نگاه بندازیم به فور. میرم توی پایتون، اگه من میخوام یه کاری چند بار تکرار بشه حلقه فور استفاده میکنم. تو پایتون اینجوری می‌نویسم فور برای یه متغیر، مثلا آی، در واقع متغیرهای اسمی همینجوری الکی میدم، در چی؟ در یک و دو و چار و هفت. خلاص میدونین که نقطه نقطه میذارم معمولا که بتونم لوپمو مشخص کنم. الان میدونین که به عنوان یه پایتون کار چهار تا اسپیس میزنم، میگم برای آی در اینها چیکار کن؟ پرینت کن آی رو مثلا. حالا اینجوری تر می‌نویسم که قرطی تر بشه. پایتون چندم؟ پایتون دو و هفته دیفالتش. میگم برای آی در یک و دو و چار و هفت آی رو پرینت کن. یه انتر میزنم، یعنی که این حلقه هم تموم شده، چون رفته بودم جلو میخواست یه ایندنت هم رو ادامه میدم یا نه. میگم نه دیگه، هیچی ندارم، همین یه کار رو میکنه. مینویسه یک و دو و چار و هفت. در واقع چیکار میکنه؟ میگه اوکی یه حلقه دارم، یه اسم به من بده، من بهش گفتم اوکی آی. بعد میگه که بیا یه لیستم به من بده، توش هرچی هست همه یه کارهایی که توی حلقه هست رو میکنم. دفعه اول آی رو برابر این قرار میدم، دفعه دوم برابر این، دفعه سوم برابر این، دفعه چهارم برابر این. به همین سادگی حلقه های پایتون. دو تا قلق ریز توش قاطی میشه. مثلا این انشالله اینجور، ای بابا مهمل ترین ویندو منیجر داره واقعا. اونو که میزنیم میبردتش توی اسپیس دیگه، تو اون اسپیس تمام صفحش میکنه. خب پس از این میام بیرون، اینجا میگم چیکار کن؟ پروگرام پی وای اسمش. مثلا میگم for i in تو چی؟ dog و cat. رو میدونی چون استرینگ، منظورم خود عبارت داگه، میذارمش توی دبل کوت یا سینگل کوت یا هرچی دوست دارم. و 5 1 2 3 4 یه باید برم تنظیم کنم که خود 4 تا سپیس بزنه. چیکار کن؟ پرینت کن های. بعدش چیکار کن؟ پرینت کن آی. بعدش میام بیرون، یعنی برنامه اینجا تموم میشه. پرینت کن دان. میتونستم این بالا هم یه دونه پرینت شروع بذارم، یعنی در واقع میگفتم برنامه شروع شد، بنویس شروع. بعدش از لیست داگ و کت و 5 عدد آی رو چیکار کن؟ هر دفعه یکیشو وردار بذار تو آی، یعنی دفعه اول آی برابر داگ باشه، دفعه دوم آی کت باشه، دفعه سوم آی 5 باشه. این کارا رو بکن چون اومدم جلوتر. بنویس های، بعدش هم آی هرچی هست رو بنویس. یعنی من میگم پایتون پروگرام، دقیقا نوشت شروع، نوشت های، آی هرچی بود رو نوشت. دفعه اول آی داگ بود. اینجا یه دونه چیزم بزنم که تمیزتر بشه. پرینت این باحال تر شد. دقیقا اول نوش شروع، بعد نوش های داک، بعد نوش های کت، چون دفعه دوم آی برابر کت بود، نوش های 5، بعدم خط فاصله خط کشید و نوش دان. در واقع این کل مفهوم فور توی پایتون. فقط یه چیزی معمولا باید بدونیم که من میزنم فور هرچی اولا میتونست باشه دیگه. مثلا فور عدد این، به جای اینکه بنویسم تو گروه 1 2 3 4 5، یه روش ساده ای هست که می‌نویسم تو رنج 1 تا 10، پرینت عدد و عدد ضرب در عدد. در واقع اول فقط عدد رو بنویسم، اگر احیانا پایتون بلد نیستیم یه برنامه‌نویسی گیج نشید. دقیقا رنج 1 تا 10 یعنی که محدوده 1 تا 10 دیگه، تا 10 خود 10 توش نیست. دفعه اول میشه 1، دفعه دوم 2. دقیقا مثل این میتونه بنویسم فور عدد این لیست 1 2 3 4 5. حواستون باشه چون مثل تابه دارم صدا میکنم، در واقع پرانتز میذارم، علامت لیستم رو نذاشتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 که این بود، عدد رو نوشتم. مثلا میگم عدد
و عدد ضرب در عدد هم بعدش بنویس. دقیقا نوشت 1 به توان 2 میشه این، 2 به توان 2 میشه این، 3 به توان 2 میشه این، 4 به توان 2 میشه این. در واقع یه برنامه به همین سادگی نوشتم که توان 2 عدد رو حساب میکنه. اینم میشه شکل دوم for. پس یکیش اینجوری بود که میگفتم رنج از این عدد تا سر این عدد، یکی دیگرش این بود که میگفتم for توی چیزی، for چیز، این یه لیستی. حالا این لیست میتونه شامل عدد باشه، دقیقا اینجا استرینگ 444 اگه اینو ضرب در 2 کنم میشه 6، اینو ضرب در 2 کنم نمیدونم چی میشه، داگ باشه یا هر چیز. پرینت کن چیز رو، یعنی اگه من این رو حذف کنم میفهمین دیگه یه لیسته، اول چیز رو برابر 3 قرار میده، بعد چیز رو 444 میذاره، بعد چیز رو برابر داک میذاره. میگم پایتون پروگرام رو ران کن 3444 بذاریم چیز رو و چیز ضرب در 2 رو بزنیم ببینیم چی میشه. دیدین چه بامزه شد؟ پایتون به همین فانیه، 2 3 تا میشه 6 تا، ولی وقتی استرینگ رشته 444 رو بهش میدیم دوبار مینویسه 444، در واقع یه بار اونجا یه بار اینجا. داگ هم همینجوریه، یه بار مینویسه داگ یه بار مینویسه داگ. قشنگ ترین زبون. حالا بقیه زبون هم عالی هم. در واقع اینو به خنده گفتم ولی خودتون تفسیرش کن.